سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ امیدوارم که فوقالعاده باشید. راستش رو بخواین، من یک مدت میشه که افسردگی گرفتم. البته به او شدت نه، افسردگیم به خاطر چیزم ای که خب مالا کشور جدید هستیم، همه چیزش، کلتورش، زبانش فرق میکنه، من زبانش متوجه نمیشم. یعنی دلیل اصلیش بی زبانیه، معرفاشان متوجه نمیشم، خب نمیتونم ارتباط برقرار کنم، صحبت کردن نمیتونم، یا مشکلاتی که دارم خودم به تنهایی نمیتونم حل کنم، یعنی نیاز دارم به یک کسی دیگه. دیگه اینا باعث شده که من یکم دلم بگیره، یعنی یک چند مدت میشه که مثلا بی‌حوصله‌ام، دلم گرفته و این چیزا. دلیلش ایناست، اینکه دلتنگ خانواده و مچوم دوست و فامیلی نباشین. راستش بخواین اگه من حقیقت رو بگم، نه دلتنگ خانواده تو چیزا نیستم، در اونا آموخته شدم، یعنی عادت کردم، حقیقت دارم میگم. ولی دلگرفتگی من به خاطر بیزبانیه. دقیقا همین حس و حاله من وقتی که ترکیه نو رفته بودم، اما سال اول داشتم عین همین حس حالی که الان دارم در ترکیه هم داشتم. سال اول خب بیزبانی بود، نمیتونستم رابطه نداشتم با ترکا، و بیرون هم اگه مشکلی چیزی داشتم نمیتونستم حل کنم، نیاز داشتم در کسی دیگه. دقیقا همون حس حال الان من اینجام دارم و این طبیعیه. یعنی هر کسی که در یک محیط جدید، در یک کشور جدید میره، یک سال اول دچار همی افسردگی و دلگرفتگی ها، یا کسایی که مثلا کنار فامیل بودن، هیچ وقت تنها زندگی نکردن، دلتنگی خانواده هم هست که بخی دوچند میشن. از من خدا رو شکر بگم، یعنی دلتنگ خانواده نه نیستم، چون عادت کردم. خب من از ترکیه آمدم، ترکیه هم تنها بودم اینا، ولی فعلا فقط گرفتگی من، ناراحتی من به خاطر همین بی‌زبانیه که انشالله حل میشه، یعنی تا آخر که تو نمیمونه. امسال که رقمیه، سال بعد انشالله بهتر میشم. دیگه ای که من هفته پیش یک عکس گرفته بودم، من عکس که میگیرم خب فقط یه رقمی نیستم دیگه، جست میگیرم، حالا اینجوری اونجوری. یک از جستای من جست ناراحتی بود. خب بعد ازش خوشم آمد، گفتم میره پست کنم. بعد گفتم خدایا این عکس جستم که مثلا حالت ناراحتی داره، جست ناراحتی هم باید متنش هم متن گرفتگی و ناراحتی باشه. خب خلاصه متن هم ناراحتی گذاشتم. بعد انستگرام یک گزینه جدید آمده که میتونی روی همون پستت آهنگم هم بذاری. خلاصه ما آهنگ مورد علاقه خود رو گذاشتم. خب ولی وقتی که او پست گذاشتم، من مثلا در حالت خیلی ناراحتی، یکی در حال گریه باشم، گرفته این چیزا نبودم. یعنی چون جست ناراحتی بود، من متنشم رو گذاشتم. بعد آهنگ مورد علاقه خورم گذاشتم، آهنگ شاروخ اسمشم نمیشه. خلاصه ایره که گذاشتم دیگه، حالا دوستای من دیده به من زنگ میزنه که کجایی گنا، بیا بریم بیرون تو رو بگردنم. خلاصه همون شب ساعت 8 شب، مثلا 7 و نیم شب که من اون پست گذاشتم، دوستای من دیده 8 شب آمده دنبال. وای چقدر مهربون، چقدر قشنگ. بعد یه دو ساعت بعدش هم که صبح، چند ساعت بعدش دیگه که صبح میشد ایران، بابام که از خواب بیدار شده پست مره دیده، او مثلا چی شده، ناراحت شده، سری به مسیج داده که چی شده، مریضی، ناراحت دیده میشی، بی‌حوصله دیده میشی و اینا دیگه. وای من عاشق این محبتاتونم از دیشب تا الان. یعنی چقدر، یعنی این عشقایی که شاید مثلا یه احوال گرفتن باشه، ولی برای من یک دنیا ارزش داره، یک دنیا. یعنی حال من خب براش مهم بوده که پرسیده. بعد دیروزم که دوستم اومد دنبالم و آمدیم خانشی، الانم میبینید که دکور عوض شده، چون خانه خودم نیست، خانه دوست من. شب اینجا بودیم، بعد من خواب کوشش کردم خانه خوب بیایم برای خواب شدن. من عادت ندارم به خانه دیگه کس خواب شوم، یعنی هر جایی که میرم من شب باید خدا برسانم در تخت پادشاهی خودم. ولی دیگه دیشب موفق نشدم دیگه، چون شبم دیر آمده بودیم دیگه اینجا عزیزم.
بعد دیگه شب اینجا خوابیدم، بعد الانم دوباره الان حاضر شدیم، مرا گفت آرش پارش کو برای میکاپی تو چیزا داد. بچه شاید باورتان نشه، من از وقتی که کانادا آمدم آرایش غلیظ نکردم، بار اول ما که مری میل زده دیگه، متوجه میشین دیگه چشمکایی فرق کرده خوشگل شده دیگه، بار اول ما که در کانادا مری میل زدم، یک کمک چیز کریم پودرم زدم، میکاپ زدم دیگه، آرایش غلیظ از من هیه، من اگر سیم برو من شکلیم، یعنی چی میدونم سایه های رنگی و پنگی من نمیزنم، اصلا عادت ندارم در سایه، میانم سایه ندارم، خط چش ریمل دیگه روش. خلاصه با اصرار دوستا اینا یکم آرایش کردم، ولی خب لباسم دیگه چنین نشد دیگه، چون در خانه خودم نیستم دیگه، اشکال نداره دیگه، الان حاضر شدیم که باش مر بیرون میبره که ببینم کجا میبره دیگه، تا جای تانستون ویدیو میگیرم، البته دوستایم نخواد داخل ویدیو باشن چون اجازه فامیلی ندارن و سخت گیرن دیگه. اوکی دیگه بچه، دوستتون دارم به وجود تک تک کسایی که کنارم هستن، واقعا روز هزار مرتبه من شکر میکنم و خدا خیلی من رو دوست داره که آدمایی که سر راه میذاره آدمای درستی هن، آدمای خوبی هن، آدمای با عشق و با محبتی هن، و خدا کنه من لیاقتی هم محبت داشته باشم. دوستتان دارم، موفق باشین، خدافظ. $5 و $45. این با اقسام جرم من اونجا خودش جرم میکنم. $72 $350 $240 این رقم جورو به هر زبانی نوشته، مهم نیست که از کجا هستین، خوشحالیم که همسایه ما هستید، به هر زبانی، چینی، ژاپنی، هندی.
اینا خانه های کرائیه که میشه از اینجا بلند شد، از اینجا انتقال میده در دیگه شهر میبره در روی دریا. جالب است.